بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات و وطن دار عزیز، خدا کنه که جور صحتمند باشین. سروش مینوش نگزاد هستم، با یک برنامه دیگه در حضور شما قرار گرفتیم و همچنان شما را به صفحه اسپورت شو خوش آمدید میگم. امروز آمدیم به افتتاح یکی از کمپ های ورزشی MMA در شهر کابل که امروز روز اولش از افتتاح شده و فعلا هم جریان محفل افتتاح است. تا آخرین لحظات برنامه ما را همراه باشید با کسایی که این افتتاح کرده با مسئولین صحبت های را خواهد داشتیم. خیلی خوش آمدید به این قسمت برنامه. شما جریان سخنرانی مهمان ها را دیدین که در این محفل صحبت کردن و پیامایشان همچنان شنیدین. خب فعلا با خود استاد صادق مجیدزاده را داریم که بنیانگذار و همچنان مسئول کمپ ورزشی است. صحبت ها را با ایشان می داشته باشیم و همچنان معلومات در مورد خودشان خواهد بر شما داد. سلام استاد، خوب هستین؟ دونه که جور ساعت خوب، خدا کنه که جور ساعت من باشین. صادق مجیدزاده هستم، یک تن از قهرمانان مبارزات آزاد در افغانستان و عضو و سازمان FC کشور مصر که فعلا نمایندگیش ما گرفتیم از کشور مصر و رئیس و بنیانگذار کمپ دلاوران مجیدزاده که غلام و خادم ورزشکاران افغانستان. وانتون استاد جان، تاج سر ماستی، همی که ات یک اقدام نیک را کردی، قهرمانی قهرمان هستی، فعلا در صدد قهرمان سازی هستی، از ما را تاج سر ماستی و در خصم به شما خیلی تبریکی میگم. افتتاح این کمپ را انشاءالله که مبارک است، بتونین که قهرمان های زیاد را به وطن و جامعه تقدیم بکنین. استاد جان، چی مدت میشه که شما ورزش میکنین و رشته اصلی شما چی است؟ من مدت سال 13 شده است که ما ورزش میکنم، تو فعلا حدود 16 سال میشه ورزش میکنم. من 10 سال میشه تکواندو تمرین میکنم، نزد الهای دکتر مؤسسه خصال سروری فعلا 6 سال میشه که رو آوردم مبارزات آزاد یا فری فایت. 6 سال شد گفتین که در مبارزات آزاد آمدین، چطور که تکواندو را ترک گفتین استاد؟ فعلا دیگه پر هیجان ترین رشته مبارزات آزاد است، کم خشن است، مردم افغانستان زیادتر ورزش خشن دوز داده رو بده مبارزات آزاد. گفتن اونا خوب بازار شما گرم است. بله تمام جای بود ان شاء الله کل شما فیل فایت. شما مسابقات داخلی خارجی حتما داشتین، میشه که دیبرم بگین؟ ما افدا مسابقات در رشته تکواندو کردیم که هیچ شکست ندارم و در رشته فیل فایت 4 پیروزی داریم بدون شکست. کشور ایران، پاکستان، فند ان شاء الله روانده سی طرف مصر بخیر. فعلا هم کدام مسابقه را دارین که اشتراک کنیدش؟ بله کشور مصر است که ما فعلا هم حضور چه گرفتیم و فعلا نمایندگی خود کشور مصر در افغانستان گرفتیم. سازمان AFC شما نمایندهش هستیم؟ بله با معاون سازمان PFC وزارت امور داخل هم هستم. شاخ نام خدا، افتخار هستین استاد. قربان تا شما، بخیر باشید. بخیر باشید. با شما را کستانوس چلنج کرده استاد؟ تا فعلا نه خیر نه. شما هم کسا چلنج نه؟ نه چلنج دادیم، نه چلنج کردیم و خوش نمیدونم. و مردم افغانستان روز بعدن هم از برادر هستیم، چون او مرده ما فکر خود روز بدن خود هستیم و باید در ورزشکار و قهرمان باید خود آماده کنه که برد میادین ملی و بین المللی بیرق افغانستان را بالا کنه. افتخار افتخار است. بله گفتنم استاد که آغاز کل چیز از همین جاست دیگه. بله آغاز کل قهرمان سازی از همین بین خود زدنک بین خود است. بله قهرمان فیلم چلنج بازی قدر زیاد شده. بله از همین جا که آدم خود تقویه کنه. بله تا بالاخره برسه به مسابقات خارجی. بله خدا رو شکر که ما مدت 16 سال میشه که نیمه کسر چلنج دادیم و نیمه مرکز چلنج داده که ما حدود 21 مسابقه کردیم بدون شکست. کسر ده حد خود نمیبینین چلنج نمیتین یا هیچ دوگه پاسته؟ ما چلنج اکان زیاد از ما از خود کرد بالاتر میبینم و پایین تر نه و نمیخوایم که ما عوض و بدن خود چلنج بدن. قربانتان و خیر باشین، زنده باشین. جواب خدا گرفته، ما گفت که ما عوض و بدن خدا چلنج نمیدیم. بله ما فعلا ما مسابقات پیشروان داریم کشور مصر که ما آمادگی خود را به کشور مصر گرفت. فعلا دیگه شما در داخل فوکس ندارین، در بیرون فوکس. بله فوکس ما در بیرون است. بله ان شاء الله اگر از الله بود. کشور مصر چه دوست داره شته MMA؟ بسیار ورزشکار این چی دارن تیار دادن که ما را از طرف از واس چلنج شدم و بعد ما چلنج پذیرفتم و ما مدت که چلنج هم شده نگستم. خب بعد او مال چلنج است کشور خارج و بعد با صحبت هایی که داشتیم معمولاش صحبت کردیم باز گفت من نمایندگی خدا در کشور افغانستان با شما میدم. بسیار برای من یک جای افتخار است که من یک نماینده کشور باشم در افغانستان و خودم با تمام مردم افغانستان و اول که چلنج بازی دادن در صفحه چی گرفتن باز بدن در واتساپ شماره ما در فیسبوک در واتساپ چلنج دادن هم مسیجاش است و بعد که با هم آشنا شدیم بسیار گفت من
با اخلاق که داریم ما نمایندگی خود افغانستان با شما میشیم. یک سوال آخر هم میکنم باز آزاد افغان انشاءالله. ورزشکار کی است؟ یک مبارز، یک ورزشکار. یک ورزشکاری است که شکسته نباشه، از ورزش خود سوء استفاده نکنه. ورزش به خاطر صحت است، ورزش سنت است، سنت باید انسان سوء استفاده نکنه. تشکر. پایم از شما میشنیم استاد. تشکر میکنم از صفات شما که انور جان و سرور جان و صفحه چینل شما که هست به نام سرزمین ما اسپورشو. بسیار تشکر میکنم که شما به استاد ورزش بسیار خدمت میکنید. قربان شما شما بخیر باشین. زنده باشین. زنده باشین. قربانت باشم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قسم که شما میتونید جریان از کمپ دلاوران میزدن وجود چند نمایندگی دارن که به نام داد الجهاد است. قهرمانان سرزمین است که فعلا ما تصمیم گرفتیم که با جمع از قهرمانان به نام دلاوران میزدن جور کردیم که هدف مایی است که همه ورزشکارا انشاءالله بتوانند که قهرمانی کنند به نام افغانستان و این کمپ دولتی از مربوط وزارت داخله میشه. انشاءالله ما امیدیم هدفهای بسیار بزرگ داریم انشاءالله تا ورزشکارای ما بتوانند در میدان افغانستان در کشورهای ملی و بین‌المللی به اعتبار در بیارند و انشاءالله از همه بزرگا و از پایستای ما و قهرمانا و استادا همهشان که داریم تشریف آوردن قدمهاشان همجا سرچشمهای ماست و انشاءالله استاد ما مؤسس از مشار سروری قسم که همه قدمان را همه شاشت انشاءالله در کمک پار برشان پیش آمد انشاءالله تشریف کردم فعلا در دراز ما انشاءالله میان. بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه تحفه نبی کریم صلی الله علیه و سلم را با ما و تمام ورزشکارای عزیز، بزرگا، مولای سرگا، استادای عزیز و قهرمانایی که حضور دارند در نامه تشریف آوری سازمان جهانی پیفسی پلیس و کمپ دلاوران مجیدزاده. هدف ما از کمپ دلاوران مجیدزاده همی است تا بتانیم با مردم غیور افغانستان بخصوص به ناحیه هشتم و واقع قلعه برقی به جوانانشان خدمت بکنیم، ورزشکار تربیه بکنیم تا بتانن بیرق، شمله، عزت، آبرو مردم افغانستان در میادین ملی بین المللی و اعتزاز دارن. و جا داره تشکری بکنیم از رئیس و بنیانگذار کمپ دلاوران مجیدزاده استاد محمد صادق مجیدزاده که واقعا یک استاد خوب، ورزشکار خوب، قهرمان خوب در افغانستان بوده و بخصوص در فدراسیون های عمومی وزارت امور داخله بسیار دستاوردهای خوبی داره که لله الحمد توانست کمپ به نام دلاوران مجیدزاده تأسیس کنم. هدف ما فقط رضای الله، بعد از او میخواهیم که تمام ورزشکارا، تمام کسایی که در اینجا حضور دارن ورزش بکنن و علاقه زیاد به خاطر ورزش پیدا بکنن و هدف ما عمده و اساسی همی است که بتوانیم از امی یک شعر است، یک مطل است، میگه گنج در ویران است. وقت از دهی ساحه جایی است که تمام مردم ساحه از کلاب، از ورزش دور هستند. فقط هدف مهمی است که اینجا کلاب تأسیس کردیم که بچه های از این منطقه را به قهرمانی و به قله های بلند برسانیم. گفتنی خاص ندارم و یک تشکری خاص از معاون صاحب فنی وزارت امور داخله که لله الحمد امروز توانست به کمپ هنرهای رسمی داد الجهاد حضور پیدا بکنند. بار الها از کوی تو بیرون نشود پای خیالم، نکند فرق به حالم، چه برانی چه بخوانی
چه به اوجم برسانی، چه به خاکم بکشانی. نه من آنم که برنجم، نه تو آنی که برانی. نه من آنم که زفیز نگهت چشم بپوشم. در اگر باز نگردد نروم باز به جایی، پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راه. کس بغیر از تو نخواهم، چه بخواهی چه نخواهی. باز کن در که جز این خانه مرا نیست پناهی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سروش مهنوش نگزاد هستم از چینل یوتیوب سرزمین ما و همچنان صفحه فیسبوک اسپورتشو. و امروز خیلی خرسند هستم که در این محفل باشکو حضور دارم و همچنان خیلی تشکری میکنم از دوستایی که ما رو به این محفل و که تحت عنوان افتتاح یکی از کمپ های ورزشی است ما رو دعوت کردن. خیلی جای خوشحالی است راه اندازی چونین کمپ های ورزشی و همچنان چونین کارها در جامعه فیلی که بعضی از جوانان و نوجوانان نامید شدن، یک مکان است که میتونه امید پیدا بکنن، یک مرکز انگیزه و امید بخش میتونه که با جوانان و نوجوانان باشه، که خود ورزش زندگی هر شخص را تغییر میده. هر کسی که رو به ورزش میاره در روز اول کارهای را میکنه که دیگه به صحتش مفید باشه و تمام او کارها و فعالیتهای را بند میکنه که برش مضر باشه. از دخانیات، از مواد مخدر، از فساد، از همه چیز دور میشه. فقط به چی فکر میکنه؟ برای پیشرفت و همچنان به صحت خود. و همچنان یکی از موضوع خیلی مهمی است که به قهرمانی و بلند کردن نام مملکت فکر میکنه. که چونین کم پای ورزشی که فعلا با در یکی از او حضور داریم که امروز روز اول کارش است، یک زمان از این میتونه که قهرمان ها بیرون شود. خب در این شب روز که ورزش زبان های تمام جهان است، مخصوصا کرکت که مقام چهارم را در بیست اواره کسب کرده جهانی را، هم تبریکی میگم به همگی. اونمو کسایی بودن که از اینمی جا آغاز کردن و فعلا به اون مقام ها رستن و نام افغانستان را به جهانیان معرفی کردن، که خیلی باز هم احساس خوشی میکنم از این اقدامشان که چون این کار را کردن. امروز تعداد از جوانان و نوجوانان در اینجا بسیار با یک انگیزه بلند جمع شدن و میخواهند که قهرمان شوند و میتونیم بگویم که شروع قهرمان سازی از همینجا است. زیاد من صحبت نمیکنم چون وقت برنامه کم است و از طرف چنل یوتیوب ما و همچنان از طرف صفحه اسپورتشو برای کسایی که ایرا برا انداختن تبریک میگم. ممنون. خب عزیزان دل، ای بود از برنامه امروز ما که به شما تقدیم کردیم. برنامه افتتاحی هم به پایان رسید و صحبت هم به پایان رسید. تا اینکه باز هم در خدمت شما قرار میگیریم. بدرود. تل دیوی افغانستان.